سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم برنامه ویژه نوروز در تلویزیون کانال جدید. شیرین شمس هستم و سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. منم سلام میکنم به شما بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید. سال جدید رو، سال 1398 رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم سالی باشه پر از شادی و موفقیت برای خودتون، عزیزانتون و بخش عظیمی از جامعه ایران. البته جا داره توضیح بدیم که این برنامه تلویزیونی نیست، اما خب ما از این فرصت استفاده کردیم که با همدیگه یه گفتگویی داشته باشیم در رابطه با آنچه که در سال 97 گذشت و آنچه که ما انتظار داریم در سال 98 در واقع پیش بیاد. درسته کیان جان؟ خب به خاطر اینکه ما نمیتونستیم اون موقع شرکت کنیم توی برنامه، کیوان جاوید اصرار داشت که باشیم حتما. ما هم تصمیم گرفتیم یک برنامه مثلا چند دقیقه اینجوری ضبط کنیم، با هم صحبت کنیم و بفرستیم که توی برنامه پخش بشه. بسیار خوب، جا داره تشکر ویژه بکنیم از کیوان جاوید که این فرصت رو به ما داد. بعد خسته نباشید بگیم به دست اندرکارانی که الان دارن برنامه ویژه نوروز رو به صورت زنده پیش میبرن و تبریک هم بگیم بهشون در واقع. دقیقاً. خب یک سال رو پشت سر گذاشتیم. سالی بود پر از رویدادهای مختلفی و به نظر من سال مهمی بود از جوانب مختلفی، از مثلا بخشای مختلف نگاه کنیم، زندگی شخصی رو بررسی بخوایم بکنیم، هر کسی نگاه میکنه به یک سالی که گذشته و همینطور اون بخش اجتماعی زندگی آدمایی که به هر حال توی ایران هستن یا مایی که به هر حال مربوط هستیم به اون جامعه. به نظر من سال پرتلاطم و بسیار بسیار تعیین کننده ای بودش. به نظر من هم همینطوریه که سالی پرفراز و نشیب و اتفاقات بسیار جالب در کنار خب اتفاقات تلخی که افتاد برای طیف‌های مختلف جامعه ایران، ولی در مجموع سالی بود که دستاوردهای بسیار زیادی داشت. حالا من بیشتر دوست دارم اون جنبه اجتماعیش رو که در جای جای ایران چه گذشت رو بیشتر دوست دارم راجبش صحبت بکنیم. هر سال سال که نو میشه انگار آدم‌ها یک امیدی، یه اشتیاقی برای زندگی دوباره درشون به وجود میاد، انگار اون امیده شکفته میشه علی رغم تمام مشکلات و تمام معضلاتی که در ایران هست. اما یک خصوصیت خوبی که مردم ایران دارن که ما هم جزی از اون مردم هستیم، در واقع ما هم چه داخل ایران بودیم اینو تجربه کردیم، چه خارج از کشور هستیم، هر سال که نو میشه انگار اون امیده و اون تلاش برای ساختن یک دنیای دیگه تو دل همه آدم ها زنده میشه. اینطور فکر نمی کنیم؟ خب این حالت وجود داره که امید تازه به وجود میاد و آدم ها فکر میکنن که توی سال جدیدی که واردش دارن میشن به کدوم خواسته هاشون، به کدوم به هر ترتیب آرزوهایی که دارن میتونن دست پیدا بکنن و سعی میکنن که مجموع تلاشی که تو سال قبل انجام دادن رو تونستن به یه جایی برسونن، به هر حال اون تلاش هاشون رو بگن که توی سال جدید میبریمش جلوتر، به هدفمون دست پیدا میکنیم، یا اگر کاملا به هدفمون دست پیدا نکنیم حداقل پیشروی خواهیم داشت. این یک خاصیت به نظر من بشر هست که حالا سال نو رو شامل میشه ولی مدام توی مراحل زمانی مختلفی این حالت رو داره که به هر حال بررسی میکنه، برایندگی رو به اصطلاح در نظر میگیره که چقدر پیشروی کرده. اما من میخوام از جنبه شخصی شروع بکنم. برای خودم سال 97 یکی از پرسرعت ترین سالها بود برای من. خیلی بدو بدو بود همه چیز، به خاطر اینکه خیلی فشرده بود و اتفاقات مختلفی میافتاد و این منجر برای اینکه آدم بتونه به هر ترتیب برنامه ریزی که میکنه رو خودش رو با وقایع منطبق بکنه سرعت زیادی رو پیدا میکنه. یکی از پرسرعت ترین و فشرده ترین سالهایی بودش که من تجربه کردم توی فصلهای مختلف. البته پاییز و زمستانش خیلی بیشتر این حالت وجود داشت و چیزی که از
برای من باقی مونده این سرعت زیادیه که این سال داشت وقایع مختلفی رو. خب این دقیقا به خاطر همون سرعت بالای تحولاتی بود که داخل ایران اتفاق می افتاد دیگه. و چون حالا تو به عنوان یه شخصی که بخشی از زندگیت گره خورده به اتفاقاتی که در داخل ایران می افتاد، خب شامل تو هم می شد دیگه به عنوان یه شخصی که خواستم میگم تو ذهنم مونده که شیرین که خیلی پرسرعت بود، یعنی به هر ماه که نگاه میکنم یا حتی هر هفته خیلی پرسرعت جلو رفت و هنوز یه چیزی تموم نشده بود اتفاق بعدی و مسائل مختلفی جلو اومده. خب این حس به نظر من قابل درکه با توجه میگم به اتفاقاتی که توی ایران میفته و جالبه که احتمالا سال 97 برات یک سال نبوده، انگار چند ماه گذشته. آره مثلا 6 ماه از نظر سرعت. خب دیگه چی حالا راجع به این دیگه خب ما قرار نیست برنامه تحلیلی داشته باشیم، ولی خب وقتی که به هر حال داریم راجع به ایران صحبت میکنیم نمیتونیم نادیده بگیریم اتفاقاتی که توی ایران میفته، اون مردمی که میخوان تغییر ایجاد کنن، از کارگرها گرفته، معلمان، بازنشستگان، کامیونرانان، دانشجویان، زنان، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترانسکشوال ها، آتئیست ها، همه اینها رو وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که چه جمعیت عظیمی در واقع، چه تیپ های مختلف و متنوعی در ایران دارن مبارزه برای حق زندگی، اختیار خودشون رو در کنار زندگی دارن تجربه میکنن. چیزی که تجربه که تو در مورد خودت گفتی در مورد من، خب سال 97 به این شکل خیلی پررنگ بود، انگار که توی زندگی ها بودم وقتی که میدیدم چطور دارن مردم تلاش میکنن برای اینکه تغییر ایجاد بکنن و چقدر آدم احساس نزدیکی بیشتری میکنه وقتی باهاشون در ارتباطه، وقتی که باهاشون داره میجنگه و مبارزه میکنه و جلو میره، شکل حتی زندگی آدم، احساس آدم، نوع دیدش به محیط پیرامونش مرتب داره تغییر میکنه، داره تغییر میکنه. این تغییر خب سال به سال با توجه به عمیق‌تر شدن اون مبارزه که مردم در ایران دارن، برای خود من هم توی اون احساس شخصی خود من هم سال به سال تغییر میکنه و سال 97 یکی از سالهای ویژه بود در واقع برای من. فکر کنم زیاد وقت نداریم، ولی خواستم بگم که به یه نوعی سال 97 با توجه به اتفاقاتی که داخلش افتاد ما شاهد پیشروی هایی بودیم و کیفیتا تغییر داد یه سری مسائلی رو که حالا اینجا جای وارد شدن میخواییم تحلیل نکنیم، ولی چیزی که هست به نظر من توقع و انتظاری که جامعه ایران داره از آینده خودش رو بالا برد. دقیقا همینطوره. استانداردی که از نظر سیاسی، از نظر حقوقی، از نظر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تعریف کرد رو کاملا کیفیتا تغییر داد و یه استاندارد جدیدی رو گذاشت به یک شکل خیلی برجسته‌ای. و راستش با این چیزی که برای خودم وجود داره اینه که یک همچین توقع و انتظاری رو حالا مشخصا سال 98 که پیش رومون هست رو جلوی رومون گذاشته و فکر میکنم تک تک شهروندانی که یا ساکنینی که توی اون جامعه دارن زندگی میکنن یا بیرون از اون جامعه ولی خودشونو مربوط به وقایع اون جامعه میدونن اینجوری به سال 98 نگاه میکنن که اولا آبستن وقایع بسیار مهمی خواهد بود، دوما اینکه اون کیفیتاً اون استاندارده که گفتم تغییر کرده و توقع و انتظار خیلی بالاتری رو گذاشته با توجه به اتفاقاتی که ما تو سال 97 باهاش روبرو بودیم و افتاد توی به هر حال فضای سیاسی اجتماعی ایران. فکر میکنم حدود 30 ثانیه فرصت داشته باشیم، ولی خب منم اینجا میخوام بگم به تمام کسایی که دارن این برنامه رو میبینن، تمام کسایی که مخاطب هستند برای برنامه و به هر حال تمام فعالیت هایی که با هم داریم انجام میدیم، سال 98 به پیشبینی خود من یک سال ویژه تر خواهد بود حتی از سال 97، برای اینکه بسترها هی داره آماده و آماده تر میشه و
من میخوام بگم که واقعا خیلی خوشحالم که این امید به تغییر، این اشتیاق به تغییر، این روحیه بالای مبارزه طلبی در مردم ایران وجود داره و از همینجا آرزو میکنم که سال 98 سالی با دستاوردهای بسیار ویژه‌ای برای مردم ایران باشه. نکته دیگه شیرین جا به نظر مناسبه بهش اشاره بکنیم این که سال جدید رو به اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و سایر به اصطلاح دربند کسانی که دربند هستند، گلرخ ایرانی، امیر امیر، کسانی که دربند هستند و گروگان هستند توی دست جمهوری اسلامی باید تبریک گفت و خانواده هاشون و عزیزانشون، به تک تک کسانی که اینا رو دوست دارن و اینا به هر حال توی اون توقعی که گفتم، توی اون به تغییر کیفی که گفتم نقش داشتن. دقیقاً نقش بسیار موثری هم داشتن. در نتیجه دوست داشتم تبریک بگیم این امسال رو و هر چه سریعتر ببینیم که اینها آزاد میشن و برمیگردن به آغوش جامعه، به آغوش خانواده هاشون و عزیزانی که دارن. نکته بعدی فکر میکنم که باید این سال رو به حزب کمونیست کارگری، حزب خودمون تبریک بگیم، همه کسانی که دوست دارن این حزب رو، به خاطر اینکه این یه سرمایه هستش واسه جامعه ایران، برای اونایی که این سرمایه رو میشناسن و برای اونایی که حتی امکان داره هنوز براشون این سرمایه قابل شناخت نیست، این به هر ترتیب پدیده سیاسی که وجود داره هنوز اون شناخت پیدا نکردن، که به هر حال خواستم اونم تبریک بگم به حزب کمونیست کارگری و همه کسانی که به هر حال این حزب رو دوست دارن. خب حالا که ما از تایم زدیم بالاتر، منم از این فرصت استفاده میکنم بگم یکی دیگه از اتفاقاتی که در سال 97 افتاد اینه که نقش حزب کمونیست کارگری ایران در واقع در اون اتفاقاتی که داره در جامعه ایران و فضای سیاسی ایران میفته خیلی برجسته تر شد. این هم یکی از نکات مهم سال 97 بود، طوری که حزب کمونیست کارگری ایران به یک ترند در فضای سیاسی تبدیل شد و خب این بدون تلاش این حزب، رهبری حزب، کادرهای حزب که واقعا تلاش شبانه روزی دارن میکنن امکان پذیر نبود. از اینجا منم به نوبه خودم تبریک میگم به کلیت حزب کمونیست کارگری ایران که در واقع نقطه امیدی برای اون جنبش آزادی خواهانه، جنبشی که برابری رو میخواد، جنبشی که میخواد مذهب رو از دخالت مذهب رو در واقع قطع بکنه از زندگی انسان‌های در جامعه و یک زندگی انسانی شاد، برابر و آزاد رو برای همه مردم جامعه ایران میخواد. ما فکر میکنم که باید این رو برجسته بکنیم که چقدر مهمه که یک همچین حزبی در جامعه ایران وجود داره و در سراسر جهان به جرأت قطع به یقین خود من میتونم بگم که هیچ جامعه‌ای یک همچین حزبی رو نداره برای اینکه بتونه نماینده طبقه کارگر و اون 99%ی باشه که ما داریم در رابطه باش صحبت میکنیم. خب فکر کنم دیگه جا نداره بله که صحبت کنیم. یه اقدارم نشد در رابطه با مسائل دیگه ای صحبت بکنیم. حالا کیان میتونیم یه 2 دقیقه هم اضافه بگیریم، بعد از کیوان جاوید خواهش بکنیم که این وقت بیشتر رو بخش بکنه، به هر حال قطع نکنه صحبتمه. 2 دقیقه در مورد چی میخواستی صحبت کنیم؟ فیلم های خوبی که مثلا امسال به نظرمون، مثلا تو دیدی من دیدم، به نظرم بد نیست. خب من الان حضور ذهن ندارم، یه دفعه اومدی توی دل قضیه تحلیلی و از سیاست یه دفعه اومدیم تو هنر. آخه خورده بعد چیزم باشه، متنوع هم باشه دیگه، فرق کنه این به هر حال این برنامه یا این گفتگویی که داریم با بقیه مثلا برنامه‌های روتینی که داریم دیگه. خب برنامه هنری و سینمایی که نمیتونه باشه به هر حال. اگر تو بذار من اشاره کنم شاید تو یادت بیاد، من یه فیلمی دیدم که به نظرم جالب بود، فیلم 303 که به نظرم یکی از فیلمایی بود که با توجه به اتفاقاتی که توی اروپا افتاده توی چند سال گذشته و بحران‌هایی که وجود داره، داره از زاویه نگرش 2 جوان نگاه میکنه به مسائل اروپا. ما مثلا توی دهه 90 و
دهه اول قرن 21 یه همچین فیلمایی رو داشتیم که دهه یا پنج سال میاد وقایع جهانی رو یا به هر تغییراتی که توی جهان یا اروپا اتفاق افتاده توضیح میده. مثلا بیفور سانرایز بودش که اونم از زبان دو نفر دختر پسر تعریف میکرد، سه قسمت بود. ولی توی این دوره این فیلم به نظرم اومد این نقش رو ایفا کرد در رابطه با یه دوره بعد از سال 2008-2009 رو داره که ما شاهد عروج انقلابات و به هر حال تدریب تعمیق بحران سرمایه‌داری اینا هستیم از زبان دو تا جوان یا دختر یا پسر که اتفاقی با هم دیگه توی مسیر جاده‌ای هم آشنا میشن. البته من این فیلمو دیدم، بر من توضیح میدی، من این فیلمو دیدم. برای بینندگان این برنامه توضیح بده که در واقع بعد خوب جالبه بگیم که هدفمون چیه. من اینو گفتم که تو چیز بشه مثلا جرقه ای بخوره تو ذهن تو هم بگی منم یه فیلم دیگه ای دیدم. خب من فیلم های متنوع زیادی دیدم ولی الان حضور ذهن ندارم من بگم تو میگی آره این مثلا خیلی مثلا بلید رانر اگر آره خب بلید رانر هم دیدم فیلم جالبیه ولی میگم تو به هر حال حضور ذهن بیشتر داری راجع به فیلم هایی که دیدی بخوای توضیح بدی. من حالا شاید تو زمینه های دیگه بتونم پرزنت بکنم در واقع خودم رو، ولی خب فکر میکنم که فرصتی نداریم که بخوایم راجع به فیلم و راجع به هر حال این اتفاق صحبت کنیم. اما فیلمی که معرفی کردی جالبه با توجه به اینکه خب ما یه هیته کاریمون رو به جوونا هست، داریم رو به جوونا و اون خلاصی فرهنگی که تو جامعه ایران در واقع جاری هست، اون جنبش عظیم خلاصی فرهنگی داریم صحبت میکنیم. منم واقعا پیشنهاد میکنم به حداقل 3000 سال رو توی اون فیلم اینا بحث میکنن. برای جالب نکته ای که توی این فیلم هست بجز این ساختار و سیستم جهانی که بر مبنای سود هست، حالا سرمایه داری که داری میگی، اون سیر تحولات بشر به عنوان یه موجودی روی این کره زمین که هم زندگی شخصی داره هم زندگی اجتماعی داره چجور داره تحول پیدا میکنه رو خیلی جالب توضیح میده. و قبل از اینم در واقع به نظر من این فیلم روی تحقیقی ساخته شده که بشر داره چجوری تغییر میکنه، رابطه های انسانی از ازدواج گرفته تا پارتنرشیپ گرفته، بچه دار شدن، رابطه های خارج از ازدواج، دقیقا این رو داره در یک فیلم خلاصه میکنه و میگه بشر داره چطور با سیر تحولات جهانی داره چطور تغییر میکنه. و به نظر من خیلی خوب داره ارتقا پیدا میکنه بشر از این لحاظ. یه نکته ای که به نظرم جالبه که این فیلم رو حتما ببینید بینندگان گرامی، خوب شد فیلم آلمانیه دیگه و ولی زیرنویس انگلیسی و فارسی و اینا داره. نکته ای که وجود داره اینه که هر دوتا هم دختر و هم پسری که توی فیلم هستن رانده شده از این سیستم هن. و یه نوعی شکست خوردن، رانده، دوتاشون دانشجو هستن و شکست خوردن توی هم تحصیلشون، شغلشون، این چیزا و توی یه پروسه به اصطلاح میخوام بازنگری بکنن چرا من توی موقعیت قرار گرفتم با هم آشنا میشن. و جالب این که یکیشون از زاویه ما میگیم چپ اجتماعی هست، یکیشون از زاویه مثلا ولاوی چه گفتش راست اجتماعی هست، زاویه راست اجتماعی. آره اون مثلا پسر نظراتی رو مطرح میکنه که به هر حال تیپیکال متعلق به راست جامعه هستن. حتی در میخوای تعریف نکنی فیلم رو فکر میکنم بهتر تعریفش نکنی. آره دقیقاً ما کلا توی موقعیتایی که قرار میگیریم به هر حال برمیگردیم به یه سری برنامه‌ها که تهیه کردیم. اما پیشنهاد میکنم کیان تعریف نکن این رو، بینندگان این برنامه تمایل داشته باشن میتونن برن پیدا بکنن. هیچ چیزی در ایران غیر ممکن نیست، کسایی که در ایران زندگی میکنن میتونن حتما فیلم رو پیدا بکنن. فکر میکنم فرصتمون خیلی کمه. در مورد تیم بارسا هم میخواستم صحبت بکنم که یک سال بسیار موفقیت آمیز و پشت سر بود. بله تیم اول منم هست هم بدون مسی بسیار موفق بود، هم با مسی بسیار موفق بود، برخلاف اختلاف نظری که با مصطفی داریم اینجا نیستش. البته فکر می‌کنه که
بارسا با مسیه که، یعنی اصلا مسی رو بارسا میدونه. خب این یک به نظر من خصوصیت مشترک خیلی آدم هاست که حالا تو تیمای فوتبال هست، توی کارهای کلن گروهی، آره کارهای گروهی تشکلی، کارهایی که مثلا کار تیمی هست، معمولا خب سمپاتی به یک نفر خاص دارن نه اون مجموعه. توی تیم بارسلونا هم اینطور هستش که خیلی ها تیم بارسلونا رو به خاطر مسی دوست دارن نه به خاطر تیمش کل تیم. وقتی که مسی خوب بازی میکنه میگن بارسا خوب بازی میکنه، مسی مصدوم میشه میگن بارسا هیچی نیست، بارسا ولی نمیشه. چون واقعا چند هفته مسی مصدوم بود دیگه، بالای 3 هفته و حدود 5-6 تا بازی رو نبودش، ولی بارسا بسیار عالی عمل کرد. خب من نکتم همینه، میگم اون تیپ آدم ها اگر مسی مصدوم باشه نتونه بازی کنه، توجهی به بارسا ندارن، نقاط قوتش رو نمیبینن، بازیکنهای دیگر نمیبینن، اما بارسا وقتی که مسی برمیگرده میشه بارسا خیلی خوب. خب دیگه چی؟ این نقطه من دوتا فیلم و ما قرار بود 10 دقیقه صحبت کنیم، الان 22 دقیقه صحبت کردیم. فکر نمی کنم که اصلا برنامه ما رو پخش بکنن. به هر حال موافق هستی؟ خب شب و روز خوبی رو من براتون آرزو می کنم و آرزوی موفقیت و سلامتی و شادی برای خودتون و عزیزانتون دارم. سال نو رو مجددا تبریک میگم، در سال 98 هم همچنان با شما عزیزان خواهیم بود.